به نظر شما تمام زندگی ما یه شبیه سازی کامپیوتریه یا همه چیز واقعیت داره؟ گلاسیا سلام، امروز میخوام فیلم ماندلا افکت محصول سال 2019 رو ببینیم که به نظرم اونقدری که باید شناخته نشد و نورش هم خیلی پایینه، بیشتر به خاطر اینکه هر کسی ندیدتش. بحثی که فیلم میخواد در موردش حرف بزنه خیلی به نظرم قشنگه و خب یه راه جدیدی هم بهش وارد میشه که قبلا توی سینما ندیدیم. بریم ما فیلمو تماشا کنیم، حتما هم آخر فیلم تحلیلش رو گوش بکنید که میخوام در مورد اثر ماندلا یا ماندلا افکت چیزای خفنی یاد بگیریم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلی فیلم یعنی برندن رو میبینیم که کارش ساختن بازی های کامپیوتریه. از این برامون صحبت میکنه که بعضی دانشمندا موش هایی رو توی سری مارپیچ قرار میدن تا بتونن راه اصلی رسیدن به غذا رو پیدا کنن. با بررسی این قضیه هم فهمیدن که وقتی همچی کاری رو انجام میدن ذهن موش ها خود به خود یه نقشه از جایی که توشن میسازه و خیلی قشنگ یاد میگیرنش. یه روز آخر هفته است و برندن با همسرش کلر و دخترشون سم میرن تا لب دریا خوش بگذرونن. سم عروسک میمونش رو از دمش و میره تا یه قلعه شنی بسازه و خب دیگه بر نمیگرده چون عروسکش میفته وسط دریا. وقتی میره برش داره با موج ها میره. سکانس بعد میبینیم که این پدر و مادر چقدر افسرده شدن و زندگیشون به هم ریخته. حالا چند ماه میگذره، مادر خانواده کلر تصمیم میگیره که لوازم اتاق بچه‌شون رو بالاخره جمع کنن تا بتونن با زندگی کنار بیان. اما خب برندن دعوا میکنه و میگه که حق نداره این کارو انجام بده، اینا تنها یادگاریای استمن و اصلا فکر میکنه که هیچکدوم اتفاق واقعی نیست. یه چیز عجیب هم پیش میاد. وسط گریه زاریش کتاب داستانی از سم و برمیداره و متوجه یه نکته عجیبی روش میشه. کلمه برنسین توی بچگی خودش با ای نوشته شده بوده ولی الان با ای او این خیلی میره رو مخش که چرا تغییر کرده. شبم که داره میخوابه صدایی از بیرون میشنوه و با ترس میاد بیرون که میفهمه فقط برادر زنش یعنی مته اومده یه سری غذا بخوره. شروع به صحبت میکنن و در مورد اون چیزی که از کتاب داستان فهمیده بودن به مت میگه. مت هم متعجب میشه و میگه آره منم یادمه که این با ای تلفظ شده. ذهن برندن بیشتر به هم میریزه و شروع به گشتن تو اینترنت میکنه. با یه سرچ ساده هزاران سایت مختلف میاد که مردم در مورد همین قضیه صحبت کردن. همشون هم مطمئنن که کلمه با ای تلفظ میشده ولی وقتی که فهمیدن با ایه، کتابهای قدیمیشون هم نگاه کردن دیدن همه عین هم با ای نوشته رو انگار یو همشون عوض شدن. برندن بیشتر میگرد رو با چیزی به اسم اثر ماندلا یا The Mandela's Effect برخورد میکنه. خیلی از آدم هم در موردش صحبت کردن و ویدیو گذاشتن و اکثرا معتقدن که این به خاطر وجود جهانهای موازی رخ میده. جهانها با هم ترکیب میشن و یه دفعه یه چیزی تغییر میکنه. تا قبل از اونم همه مردم یه سری خاطره دروغین داشتن و این خیلی جالبه براش. اسمش هم گذاشتن The Mandela's Effect یا اثر ماندلا به خاطر اینکه جمعیت زیادی از مردم فکر میکردن ماندلا سال 1980 توی زندان جونش رو از دست داده ولی خب یه دفعه از یه تاریخ میفهمن نه اصلا زنده بوده و تازه 4-5 سال بعد اینکه میفهمن از بین میره. روز بعدی که برندن توی آشپزخونه است متوجه عکسی از خانواده‌اش میشه که جلوی یه جایی گرفتنش. سری متعجب میشه و همسرش میپرسه مگه این عکس رو جلوی یه سازمان دیگه نگرفته بودیم؟ همسرش هم میگه نه تا جایی که یادمه درست همینجا بوده. برندن بیشتر از قبل درگیر شده و وقتی برادر زنش به خونهشون میاد ازش میخواد بیاد به اتاقش و در مورد همین اثر ماندلا باهاش حرف میزنه. مثالهای مثل جریان خود ماندلا همون کتاب داستان یا حتی جمله‌ای که دارس ویدر توی فیلم جنگ ستارگان میگفته رو خیلی ها فکر میکردن که داره میگه لوک آی ام یور فادر، یعنی لوک من پدرتم، ولی خب اگه جای فهمیدن که میگه نو آی ام یور فادر، نه من پدرتم. جریان برای مت هم جالبه اما وقتی میفهمه که برندن چقدر توش غرق شده و تو میگه دنیامون الکیه دیگه باورش نمیکنه. تحقیقات برندن بیشتر میشه در مورد جهانهای موازی، ماتریکس، دنیای شبیه سازی و همه چیز تحقیق میکنه و مدام دنبال یه جواب برای این اثر ماندلا. حتی یه روز میره به کلیسا و از کشیش میپرسه که اگه خدا انقدر مهربون و خوبه چرا دختر معصوم منو از من گرفت؟ کشیش هم میگه که اتفاقی که برای دختر سم افتاده تو برنامه ها یا تقصیر خدا نبوده. بزرگترین ویژگی ما انسان ها حق انتخابیه که خدا بهمون داده و خب سم با حق انتخاب خودش رفت توی دریا و اون اتفاق افتاد. میدونیم که برندن قرار نیست قانع بشه و وقتی که این بار میره با برادر زنش مت صحبت بکنه مت سعی میکنه یه جوری از این داستان بیرون بکشه و انقدر درگیر نشه. بهش میگه که من یکی از دوستان عصبشناسه و گفته که خاطرات انسان ها خیلی مشکلات مختلفی براشون پیش میاد، انسان ها اونقدر کامل نیستن و خلاصه اینطوری براش توضیح میده. برندن بازم میگه هیچکدوم اینو نمیتونه اتفاقی یا به خاطر مسائل پزشکی باشه. همسرش کلر هم خیلی نگرانشه و چند بار بهش میگه که انقدر ازم فاصله نگیر و نگرانت هم حس کنم افسرده شدی، دنبال این چیزهای دروغین نرو.
اونم بهش جواب میده که شخصیت مونوپولیو یادته برام توصیفش کن. همسرش هم کامل میگه که آره چه شکلی بود و یه عینک هم میزد. با هم میرن به عکسش نگاه میکنن و خب برندن ثابت میکنه که اصلا عینک نداره، در حالی که خیلی آدم ها مطمئنن عینک رو به چشمش دیدن و میخواد اینطوری اثر ماندلا رو براش توضیح بده. یه مثال دیگه شم در مورد نقاشی کتاب بچه ها به اسم کیورس جورج یا جورج کنجکاوه. بهش میگه من مطمئنم این میمونه دم داشت، حتی وقتی که سم داشت میرفت توی دریا دم عروسک کیورس جورجش رو گرفته بود. هدف برندنم از توضیح این حرفا چیه؟ در آخر میگه که من مطمئنم از زمانی که سم رفت توی دریا ما توی دنیای موازی دیگه وارد شدیم و یه اشتباهی رخ داده. برای همینم است که انقدر اثر ماندلا داره پیش میاد. کلر هم این دفعه دیگه خیلی عصبانی میشه و میگه نباید انقدر درگیر اون جریان بمونیم. باید کنار بیایم باهاش فراموشش کنیم، بچسبیم به زندگیمون. برندن بازم نمیخواد اینو قبولش کنه. بعدم همراه همسرش با برادر زنش مت و دوست پسر اون میرن به یه رستوران. وقتی هم که برمیگره خونه سری میره پای کامپیوترش و حالا در مورد شبیه سازی بودن این دنیا تحقیق میکنه. چیزی که قطعا همتون شنیدید، جریانی که میگه همه ما توی بازی کامپیوتری یا یه دونه کد کامپیوتری وجود داریم و در حقیقت هیچی نیستیم. برای همین هم شروع به نوشتن یه کد میکنه، چون میدونیم که کارش طراحی بازی‌های کامپیوتریه و میخواد ثابت کنه که همچین چیزی ممکنه. وسط همین تحقیقاش به یه دانشمند به اسم آقای فوکس برخورد میکنه که تمام زندگیشو در مورد این قضیه تحقیق کرده بوده. وقتی هم که وارد سایت میشه تا ویدیوی این دانشمند رو ببینه، میفهمه که از اونجا پاک شده و امکان پذیر نیست. با کلی تلاش و دانلود از دیتابیس اصلی سایت ویدیو رو پیدا میکنه و بازیابیش میکنه و میفهمه که خیلی داره حرفای خفنی میزنه و وسطش بازم قطع میشه. اما خب همین چند دقیقه هم براش کافیه که بفهمه چقدر این آقای فوکس اطلاعات زیادی داره. برای همینم هم سری ویدیو ضبط میکنه و بعد از اینکه آدرس محل زندگی و آدرس ایمیلش رو به دست میاره، براش میفرسته تا در مورد جریان باهاش صحبت بکنه. آقای فوکس هم هیچ جوابی نمیده و خب صبر برندن هم کمه. برای همین چند روز بعد میره به دانشگاهی که فهمیده این مرد داره تدریس میکنه. سری میره سمتش و میخواد باهاش حرف بزنه، ولی خب فوکس هیچ توجهی بهش نمیکنه و میگه میدونم تو هم خیلی علاقه داری به این چیزا، تو هم مثل یه طرفداری برام، ولی اصلا من حوصله این چیزا رو ندارم. برندن با خودش میگه وقتی همچین کسی هم از این قضیه کنار کشیده، پس حتما یه چیز الکیه. تصمیم میگیره یکم زندگیشو سر و سامون بده و شب با همسرش رو همون میبوسن که یه رفیق فیلم کنه صدای دخترش سمو میشنوه. همسرش هم باز عصبانی میشه و دعوا میکنه که انقدر بهش فکر نکن، باید کنار بیایم. روز بعدی هم با هر تلاشی که هست آدرس خونه ی آقای فوکس رو پیدا میکنه و این بار میره دم در خونهشون. با کلی اصرار موفق میشه چند دقیقه بره داخل تا حرف بزنه و براش همه چیزو میگه. آقای فوکس هم میگه که اثر ماندلا چیزی که منم در موردش خوندم، به نظر من میتونه یک گلیچ یا اشتباه توی این سیستمی که توی زندگی میکنیم باشه. مثلا فکر کن یه برنامه آپدیت شده و یه سری از چیزها رو یه اشرف تغییر بده. برای همینم هست که اثر ماندلا پیش میاد. یه آپدیتی اتفاق افتاده، ماندلا قرار شده تا سال 2013 زنده بمونه، اما خب یه سری از برنامه‌های توی این سیستم که همین آدما هستن آپدیت نشدن و یادشونه که سال 1980 توی زندان ماندلا از بین رفته. برندن هم میگه که اگه ما بتونیم ثابت کنیم این دنیای کد کامپیوتریه، من به عنوان یه بازی نویس میتونم هکش کنم، اطلاعاتشو دارم و واقعا در توانم هستش. با هم میرن تو محیط دانشگاه به حرفاشون ادامه میدن. بس به اینجا میرسه که چه جوری یه سیستم کامپیوتری میتونه همچین دنیای بزرگی به وجود بیاره. جوابشون هم به این میرسه که اگر به بازی‌های کامپیوتری دقت کنید، مثلا شما وارد یه خونه میشید و فقط اون خونه دورتون لود شده، نیاز از کل دنیا لود بشه و به همین شکل میشه حجم اون بازی رو خیلی پایین آوردش. اینطوری خب دیگه برای راه اندازی بازی نیاز به یه کامپیوتر خیلی قوی هم نیستش، فقط کافیه که هر کدوم از شخصیت‌ها اون اطراف خودش رو بتونه ببینه. این یعنی چی؟ یعنی اگه همزمان کل اون بازی کامپیوتری یا برنامه لود بشه، به سیستم خیلی فشار میاد و یه دفعه همه چی رو ریستارت میکنه. برندن هم میگه من میخوام از همین استفاده کنم و با یه کارای هکی کل اون سیستم رو همزمان لودش کنم. برای همین قطعا باعث میشه که یه دفعه دنیای ما هنگ بکنه و از اول ریبوت بشه. حالا آقای فوکس هم مشتاق شده. برندن میگه که اینجا فقط یه مشکلی هست، برای اینکه همچین کاری انجام بدم یه کامپیوتر خیلی قوی و خفن میخوام. آقای فوکس هم میگه دانشگاه ما یه کامپیوتر کوانتومی داره که از پسش برمیاد، اما وقتی میرن تا اونجا رو ببینن مدیر دانشگاه میاد و اونا رو بیرون میکنه، چون به هر حال برندن حق نداره به این اتاق وارد بشه. با هم دوباره به خونه آقای فوکس میرن و صحبتشون رو ادامه میدن. آقای فوکس میگه من خیلی سر ثابت کردن این دنیا که شبیه سازی وقت گذاشتم. یه جا حس کردم اون کسی که برنامه زندگی ما رو نوشته متوجه این
قضیه شد و یه دفعه متوقفم کرد. برای همینم است که همه ویدیوهام و صحبتام از کل اینترنت و جاهای مختلف نابود شد. برنامه نویس ما قطعا به ایده ها و ذهن ما دسترسی داره، برای همینم واقعا داریم کار خطرناکی انجام میدیم. سیستم قطعا فکر میکنه ما یه ویروسیم و ممکنه بخواد از بین ببرتمون، پس باید خیلی مراقب باشیم. شب میرسه و برنده که توی خونهشون خوابیده صدای دخترش سمو میشنوه. با نگرانی میاد بیرون و میبینه که دخترش صحیح و سالم توی اتاق وایساده. چراغی روشن میکنه، یه دفعه این ناپدید میشه. انقدر ذهنش درگیره که میره ماشین دور بزنه و حالا همه چیزو مثل بازیهای کامپیوتری میبینه. انگار بهش ثابت شده که همه چیز الکیه. بعدم تو ماشین خوابش میبره تا اینکه با صدای سوت بلندی بیدار میشه. سوتی که تمام ذهنش انگاری داره از بین میبره و ته دل فریاد میکشه که دوباره چشماشو باز میکنه و میبینه روی تخت خونهشون خوابیده. با ذهنی درگیر از اتاق میاد بیرون و خوشکش میزنه. همسرش کلر و دخترشون سم توی آشپزخونه نشستن و دارن صبحونه میخورن. فکر میکنه تمام این اتفاقات خواب بودن و دنبالشون میره تو دستشویی تا مسواک بزنه که میبینه همسرش تنهاست و دوباره دخترش سم نیست. با ذهنی داغونتر از قبل میزنه زیر گریه. اما حالا تصمیم اصلیشو گرفته. از کتابخونه کلی کتاب مختلف در مورد این قضیه ها برمیداره و شروع به نوشتن یک کد کامپیوتری مثل همین دنیا میکنه. دو سه شب بعد برندن و همسرش کلر خوابیدن که دخترشون سم یه رفعه اتاق میاد تو. میگه خواب بد دیدم و وسطشون میخوابه. اونام انگار نه انگار. روز بعدی که برندن بیدار میشه تازه میفهمه دیشب چه چیزی دیده و خیلی وحشت میکنه. از اتاق میاد بیرون تا بفهمه چی الکیه و چی واقعی و میبینه سم نشسته پشت میز و داره تلویزیون میبینه. اول فهم میکنه اینم یه کابوس یا خواب الکیه، اما چند بار میره بیرون و میاد میبینه همسرش، برادر زنش، دخترش، هیچ کس از این اتفاقاتی که میگه خبری ندارن. حتی شروع میکنه به زنگ زدن به فامیل ها و دوستاشون تا در مورد از دست رفتن سم بپرسه، اما هیچ کدومشون همین چیزی رو به یاد نمیارن. اصلا برندن نمیفهمه جریان چیه و فقط میخواد بره با آقای فوکس در موردش صحبت بکنه، ولی وقتی که بهش زنگ میزنه هیچ کسی جواب نمیده. دوباره نگاهش به دخترش سم میفته و ته دل خوشحاله. یه لحظه داره یکی از حرفای آقای فوکس میفته و به خودش میگه پس شاید این دنیا کد زندگی منو از اول نوشته تا دست از این کار بردارم و یه موقع باعث نابودی سیستم اصلی نشم. با قضیه هم کنار میاد چون به هر حال الان خوشحاله. دخترش و همسرش کنارش داره و سعی میکنه زندگی عادیشو از سر بگیره. روز اول خب همه چیز خوبه و اتفاق عجیبی میفته. آخر شب کلر از خواب میپره و خیلی وحشت داره از یه کابوس بدی دیده. روز دوم یه بحران روانی براش پیش میاد. مدام همه چیزو فراموش میکنه، صبحونه و غذاها رو میسوزونه، اصلا حوصله صحبت نداره و خیلی عصبانی هم است. برندنم برای اینکه حال همسرش یکم بهتر بشه تصمیم میگیره یه سری تفریح خانوادگی بکنن و با همدیگه میرن به یه کلاس سفالگری. برندن باز یه چیز عجیب میبینه. کاسه‌ای که از سفال ساخته یه رفعه ترک روش شکل میگیره، ترکی که قبلا نبود. از اون طرف کلرم عصبانی تر میشه و یه رفعه شروع میکنه به داد و بیداد که چرا دارید ظرفا رو این رنگی میکنید. برمیگردن خونه و کلر میره بخوابه. برندنم میره پیش سم که میبینه یه رفعه کلر اومده اونجا و زل زده به دخترشون. یهو داد میزنه اون نباید اینجا باشه، اون اینجا چیکار میکنه و میخواد بهش حمله کنه که برندن میگیرتش. میفهمه هیچ چیزی درست نیستش و از برادر زنش میخواد که از دو نفر مراقبت کنه تا خودش بره یه کاری انجام بده. سریع خودشو به خونه آقای فوکس میرسونه. در میزنه و یه زنی میاد جلوی در که همسر آقای فوکسه. وقتی برندن میخواد با آقای فوکس صحبت بکنه، همسرش میگه که چجوری میخوای باهاش حرف بزنی؟ اون دو ماه پیش جون خودشو گرفت و از این دنیا رفت. برندن باور نمیکنه چون فقط دو سه روز پیش بود که با آقای فوکس صحبت کرده بود. حالا میفهمه که پس حرفش واقعیت داشته. خیلی داشتن به هدفشون نزدیک میشدن و قطعا این دنیای شبیه سازی یا همونی که کدشو نوشته آقای فوکس ازش حذف کرده تا این اتفاق نیفته. حتی دوباره لیوان آبی که دستش هم هست یه ترک بزرگ روش شکل میگیره. با سرعت میاد خونه و دوباره میشینه پای نوشتن همون کد. یه ویدیو هم ضبط میکنه و به همسرش میگه که اگه اتفاق برای من افتاد به خاطر اینه که این سیستم یا شبیه سازی میخواد منو حذفم بکنه. همونطوری که آقای فوکس اون استاد دانشگاه رو حذفش کرد. پس اگه اتفاقی افتاد لطفاً راه منو ادامه بدید. از اون طرف برادر زنش مت هم حواسش به زنش هست که یه موقع اتفاقی براشون نیفته. چند روز بعد میرسه و بالاخره کد آماده است. سری برندن برش میداره و میره توی دانشگاه. یواشکی وارد اتاق میشه که اون سیستم کامپیوتری خفن توشه و دوباره مدیر دانشگاه میبینتش. این بار برندن عقب نمیکشه و با هم درگیر میشن و با یه هولی که میده یه رفعه این مرد میفته و سرش بیشکنه و از بین میره. برندن هم خیلی ناراحته، اما هدفش مهمتره. با برداشتن کارت ورود اون بالاخره به اون کامپیوتر کوانتوم میرسه. سری کدی که نوشته رو بهش وصل میکنه و کم کم صداهای عجیبی میان. کامپیوتر یفی رنگش تغییر میکنه، انگاری دوروبرش دارن به هم میریزن و برندن سریع دانشگاه خارج میشه.
توی پارکینگ و با یه چشم به هم زدن خودش توی دونه اتوبوس میبینه. همسرش هم زنگ میزنه و میگه اتفاقای عجیبی داره میفته، زود بیا. همین لحظه برندن یه مسافر رو میبینه که کف اتوبوس یه دفعه این محو میشه و خب تمام دنیا انگار داره گلیچ میخوره. چهره آدم‌ها، ماشین‌ها، روز و شب، همه چیز داره همش عوض میشه. حتی دو تا ماه توی آسمون پدیدار میشن. بالاخره خودش رو به خونه میرسونه و همسرش و دخترش سم هم مثل خودش ترسیدن، همدیگر رو تو آغوش میگیرن و دوروبرشون خونه ها بزرگ و کوچیک میشن و همه چیز داره نابود میشه. حتی چهره همسرش کلر که یه رفعه دو تا ماه توی آسمون با هم برخورد میکنن و چند لحظه بعد همه جا سیاهه. تو چند سکانس بعدی یه کد جدید میبینیم که شروع به نوشته شدن میکنه. تمام دوره های مختلف دنیا از دایناسورها بگیر تا الان به ما نمایش داده میشه که بهمون ثابت کنه انگاری کل دنیا ریستت شده و از اول داره شکل میگیره. سکانس آخر دوباره برندن چشماشو باز میکنه و با همسرش و دخترش تو ساحل کنار دریان. انگار هیچ خاطره ای هم از قبل ندارن. سم دوباره میخواد بره کنار دریا بازی کنه و وقتی عروسکشو برمیداره برندن بهش میگه اونو بذار اینجا، ممکنه که بیفته تو آب. و این بار دقت میکنیم که دیگه این میمون دوم نداره. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این فیلم نسبت به فیلم‌های شبیه خودش خیلی فرق‌های قشنگی داره و مهمترینش اینه که ما داریم داستان یه پدری رو می‌بینیم که بعد از دست دادن فرزندش دست به چه کارهایی می‌زنه. اکثر فیلم‌هایی که با این موضوع دیدیم همیشه در مورد مادریه که این کارها رو می‌کنه و خب هیچ وقت به این پرداخته نشده که اگه یه پدر این اتفاق براش بیفته چقدر ممکنه رد به دو دست به چه کارهایی بزنه، که خب خیلی خوب توی اینجا به نمایش در میاد. از اون طرفم در مقایسه با فیلم‌هایی مثل ماتریکس طبقه 13 خیلی بحث قشنگ‌تری داره و یه مقدار احساس و چیزهای شخصی خانوادگی رو قاطیش می‌کنه. اینطور نیست فقط در مورد جنگیدن با یه سیستم باشه. همین دو تا نکته هم به نظرم فیلمو خیلی تو رده‌های بالایی قرار میدن و خب واقعا درک نمی‌کنم چرا انقدر عمرش پایینه. در مورد خود اثر ماندلا افکت هم خب خیلی ها ویدیو گذاشتن توی یوتیوب. من فقط یه اشاره کوچیک می‌کنم که شاید کسی ندونه. اثر ماندلا از جای شروع شد که یه محقق توی سال 2009 متنی رو تو سایت ردیت پست کردش. متنش هم اینه که میگه من تازه فهمیدم ماندلا هنوز زنده است. فکر می‌کردم قبلا سال 1980 توی زندان جونشو از دست داده. و خب خیلی جالب بود که هزاران نفر من جواب دادن، گفتن که مگه واقعا اینطوری نیست و اصلا تو ذهن همه این شکل گرفته بود که خاطرشون این بود توی سال 1980 یه خبری پخش شده که ماندلا از بین رفته و خب همه چیز تموم شده. اما در سال 1990 آزاد میشه و سال 2013 بعد کلی مدت تازه از بین میره. این داستان یه بحث جدید رو به وجود آورد که خیلی اومدن در موردش صحبت کردن. مثلا یکی از شخصیت‌های فیلم استار وارز یه ربات به اسم C-3PO که خب خیلی معروف و عموما به خاطر چهره و کلا حالتی که داره خیلی عکسش پخش شده بوده. متنم که در موردش می‌نویسه اینه که من تا الان فکر می‌کردم C-3PO تماما از طلا ساخته شده و خب طرف خیلی هم فن استار وارز بوده، کلی عکسش، کلی کامیک بود که ازشون خونده بوده و میگه که تازه فهمیدم یکی از پاهای اون از اول نقره‌ای بوده و اصلا خیلی براش عجیبه. خلاصه که میان هزار نفر دیگه هم کامنت میذارن دوباره همین قضیه رو تایید میکنن که تا الان مطمئن بودن پای طرف طلایی و الان یه دفعه همه چیز عوض شده. اینا هم چند تا مثال بود تا اصل قضیه رو بیشتر درکش بکنیم. در کل ماندلا افکت به یه اثری گفته میشه که خاطره یه جمعیت زیادی از مردم یه دفعه انگاری تغییر کرده. و خب خیلی از افرادی که در مورد تئوری توته صحبت میکنن میگن این یک گلیچ توی ماتریکس، این شبیه سازی است که زندگی میکنیم. یه دفعه یه چیزی رو همه دیدن اما وقتی تغییر میکنه فقط روی چند نفر تأثیر میذاره. مثل یه دونه چیز مخربی که توی برنامه‌نویسی اتفاق میفته، ممکنه که یه چیز خیلی کوچیک از زیر چشت رد بشه، بعد یه قسمتشو تحت تاثیر قرار بده و اصلا نفهمی توی که برنامه رو ساختی. ولی خب به هر حال اونایی که توی اون برنامه هن کدهای دیگه متوجهش میشن. دیگه بیشتر از این نمیخوام در موردش صحبت کنم، ولی به نظرم خیلی بحث جالبیه، مخصوصا به کسایی که در مورد شبیه ساز بودن این دنیا، یه سیمولیشن بودن همه چیز باور دارن. یکی از چیزهایی هست که خیلی بهش استناد میکنن و خب بارها هم رخ داده. فیلمش هم که خب همون اول گفتم نقاط قوتش چیه، به نظرم بحث خیلی جالبیو میخواد به نمایش بذاره، ولی خب یه قسمتهایش به خاطر بودجه کمش به نظرم جلوه های ویژه بیکیفیتی داره و همینم باعث شده که نمرش خوره بیاد پایین. اما اگه از بحث نگذریم خیلی داستان قشنگی داره و تا آخرش هم خوب پیش میره. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.